ich beginnen? Gott gib mir Kraft, dass ich sprechen kann. از کجا میتونم شروع کنم؟ آه، wie einsam ich mich fühle. خدایا، به من قدرت بده بتونم حرف بزنم. آه، چقدر تنها شدم. هانا، من و پدرت فکر میکردیم اول سری به خونه میزنیم. هم گفته بودی مستقیم باید بریم. شاید این برای ما خیلی بهتر باشه. میدونی ما خیلی دوست داریم، اما حقیقت رو نتونستیم فدای اون کنیم. همونطوری که حقیقت زندگی من و پدرت به عنوان یک مهاجر، به عنوان یه سرگردون بین گذشته و حال هیچ وقت رهامون نکرد. میدونم دختر گلم خیلی سخته. دوست داشتم الان دست تو دستم بود و میتونستم اونا رو گونه هم بذارم. هانا دخترم، بالاخره تو روزی باید حقیقت رو میفهمیدی. اون کابوسی که همیشه میدیدی حقیقت داشت. سالها پیش تو یکی از مأموریت‌های پدرت در UN، تو رو که دختر بچه کوچکی بودی از یک خانواده آواری کرد گرفتی. پدر و مادرت کشته شده بودند و ما تصمیم گرفتیم تو رو خوشبخت کنیم. میدونم نتونستیم، اما به تو یه خانواده دادیم. هانا دخترم، ای کاش پیشت بودم و اشکاتو از روی گونه‌هات پاک میکردم. خودمم دارم گریه میکنم. اون خانواده کرد عکسی از پدر و مادرت به ما دادن. من اون عکس رو همراه این نوار توی پاکت میذارم. امیدوارم بتونی بفهمی اونا کی بودن. شاید درک بهتری از زندگی پیدا کنی. ماشین چه مشکلی داره؟ نمیزنم جناب سروان، خاموشه، روشن نمیشه. ببین چیکار میتونی واسش بکنی. میدونید خیلی خوششانسید؟ اگه ماشینتون شب خراب میشد، اینو بدونید که حتما به درد سر میافتادید. همه چی مرتبه؟ بله متشکرم. سلام، هانا هستم از حقوق بشر سازمان ملل. معذرت میخوام، فراموش کردم شما نمیتونیم با خانوما دست بدین. خب این یه اصله، امیدوارم درک کنید تا وقتی که این ور هستید باید خیلی چیزا رو رعایت کرد. پس من خیلی خوششانسم. البته. ببینم زیاد که معطل نشدید ها؟ نه زیاد. اینجا همیشه اینقدر ساکت و آرومه؟ اینجا هیچ وقت آروم نبوده. میتونم بگم که این خوششانسی شماست. سوال احمقانه بود. میشه بپرسم اهل کجایی؟ اهل کجام؟ وقتی که همه جا تبدیل به آتش فشان شده، اهل کجا بودن دیگه مفهومی نداره. ولی باید یه جوابی به شما بدم. آلمان. نباید زیاد سخت گرفت، درسته؟ شاید حق با شما باشه. فکر نمی کنم ماشینتون به این زودی ها درست بشه. اگه موافق باشید من شما رو به یه روستا ببرم و شب اونجا بمونم. متشکرم.
ماشین که درست شد بیارش پاسگاه. آقای عبدالله بعدن میبینم. اوکی سر چاوام. سلام درویش احمد، حالت چطوره؟ ممنون. یه مهمون براتون دارم از سازمان ملله، امشب اینجا میخوابه، صبح میام دنبالش. قدمش بالای چشم. بفرما بفرما. درویش یه گزارش هایی شنیدم، امیدوارم آهالیتون یک ماه قاچاق نکرده. نزن افسروان اسم اون بش قچق نکنه. به بچه هاتون بگید خیلی مواظب باشید، هنوز بیشتر این قسمت از مین پاک نشده. همین پای روزا بود که یه قاچاقچی رفتی مین رو پشت شد. حالا دیگه همه چیز فرق کرد، مثل گذشته نیست. اینو باید بدونید، شما باید بچه هاتون رو بفرستید مدرسه. بفرمایید جناب سروان، رسیدیم. چون به جز کشاورزی به پزشک به معلم و چیزهای دیگه هم نیاز داری، مگه غیر اینه؟ خودتون میدونین که. پس حتما بچه ها رو بفرستین مدرسه. بفرمایید بفرمایید. خانم آنا لطفا بیایید. بفرمایید بفرما جناب سروان. بفرما بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون خانم آنا، اگه خوشتون نیاد چاره ای ندارید، امشب رو باید اینجا بمونید. برعکس حس خوبی دارم، حس میکنم قبلا اینجا بودم. مثل خوابی که واقعی شده؟ نه، مثل خود واقعیت. اگه چیزی خواستید به این مردم اعتماد کنید. باش، فردا میبینم اتون. سلام. سلام. اومدم دنبال مهمونمون. مهمونتن دیشب اینجا نماند. کجا رفت؟ رفته خونه داد فاطم. خونه داد فاطم کجاست؟ همون در آبیه. ممنون. به سلامت. خانم آنا، سلام. سلام، شما اینجا چیکار میکنید؟ نمیدونم. اومدم بهتون بگم که ماشینتون درست شده، ولی خیلی مواظب باشید، اون بر مرز خیلی ناامنه. به امید دیدار. خداحافظ. مامی ich möchte wütend sein über dich. مادر kann ich aber nicht. میخوام ازت دلخور باشم. Vielleicht ist es ja auch nicht die Wahrheit jetzt erfahren.
شاید هیچ وقت دیگه‌ای برای گفتن واقعیت بهتر از حالا نبود. وقتی که بچه بودم و تازه داشتم یه چیزایی رو تو ذهنم ثبت می‌کردم، تصویر یه زن و یه مرد که افتاده بودن روی زمین هیچ وقت از ذهنم پاک نشد. زن دستشو به طرفم دراز کرده بود، مرد بی حرکت بود. همیشه از خودم می‌پرسیدم اونا کی بودن؟ من کجا بودم؟ تو همیشه میگفتی این فقط یک کابوسه. مادر، شاید من یکی از خوشبخت ترین آدم های این سرزمین بودم که تونستم زنده بمونم، یا شاید مردگان اون سالها خوشبخت ترین زندگان بودن. سلام خانم هانا. سلام. ادوارد هستم. از دیدنتون خوشحالم. بفرمایید بشینید. متشکرم. ببخشید اینجا خیلی به هم ریخته است، اما خب درست میشه. میفهمم. اینجا قرار دفترمون بشه. تا چند هفته پیش اینجا جزء دولت عراق بوده، اما فعلا تحت نظر کردهای منطقه داره میشه. بفرمایید. متشکرم. میدونید هیچ وقت از این به هم ریختگی حس خوبی نداشتم، برای اینه که یکم گیجم. خب از کجا شروع کنیم؟ هم بد نیست اینو برات بخونم. این نامه یک سال پیش از عملیات نسل کشی منطقه کردستان در ماه جون 1987 به وسیله علی حسن المجید، همون که بمب شیمیایی رو روی حلبچه و ایرانیا ریخت، صادر شده و دستور داده کردستان به محاصره کامل در بیاد و در واقع مقدمه حمله حکومت در بهار سال 88 بوده که تا پایان همون سال طی 5 مرحله 184,000 نفر از جمعیت کردستان رو بوده میشن. 184,000 زن، بچه و مرد. میبینی ما کجاییم؟ نزدیک نیم قرن کوههای اینجا شاهد جنگ و خونریزی بوده، جنگ با دولت‌های مرکزی و گاهی جنگ بین گروه‌ها. خیلی از اینجا رفتن، اما بیشتر از رفته‌ها مرده‌ها هستن. فکر می‌کنم سرنوشت رفته‌ها غم‌انگیزتر از مرده‌ها باشه. منم با شما موافقم. آواره‌ها تو کشورهای مختلف شرایط سختی رو گذروندن. البته اونایی که خوش اقبال‌تر بودن به اروپا رفتن، اما نتونستن آرامش سرزمین خودشونو داشته باشن. من اومدم اینجا راجع به گمشده‌ها تحقیق کنم، اما یه حس شخصی رو هم با خودم آوردم. متاسفانه تو کار ما احساس شخصی زیاد نمیتونه به کار بیاد. میدونم، اما اون با منه و من هیچ کاریش نمیتونم بکنم. منم یکی از قربانیان این سرزمینم. پدر و مادر واقعیم اینجا بودن. متاسفم. تو موقعیت سختی قرار گرفتی. این واقعیت که اونا اینجا کشته شدن مضطربم میکنه. اینم یه واقعیت مثل همه ی اون واقعیت هایی که تو آفریقا و بوسنی دیدی. با اونا چطور کنار اومدی؟ فکر نمی کردی اونا از تو جدان. واسه همین تلاش کردی از رنجاشون کم کنی. حتما این واقعیت کمکت میکنه. ادوارد، نمیدونم وقتی با آدمای مثل خودم برخورد میکنم چه احساسی دارم. خیلی تعجب نکن، از این آدم ها زیاد میبینی. این ساختمون قبلا ساختمون سازمان امنیت بسیا بوده و حالا مرکزی شده برای جمع‌آوری اسناد گمشدگان.
البته نیروهای دولتی قبل از ترک اینجا خیلی از مدارک رو از بین بردن، اما نیروهای کرد تونستن مدارک زیادی رو از مناطق دیگه دوباره به دست بیارن. همیشه اینجور ساختمونا بهترین منبع برای اطلاعات بوده. آره، اما من هیچ وقت دوست نداشتم توی همچین ساختمونی باشم. به خاطر اینکه این همه اطلاعات فقط به گیر شدن تو اضافه بودم. من بهت قول میدم اتاقم رو تمیز کنم و بهت ثابت کنم که همیشه هم گیج نیستم. ببینیم. سلام کاکمین. سلام آقای دوار. سلام. سلام. معرفی میکنم خانم هانا که منتظرش بودیم. سلام خانم، از دیدارتان خوشحالم. منم همینطور. ما دیروز منتظرتان بودیم. راه طولانی بود. البته از قلب اروپا تا قلب کردستان. خب شما رو تنها میذارم، تو ستاد جلسه دارم. بله. خداحافظ. خداحافظ. سلامت. بعد از سقوط شهر ما با تعداد زیادی خانواده مواجه شدیم که در پی کسانشان بودند. ما کمیته تشکیل دادیم که به کار گمشدگان برسه. اسناد رو از گوشه و کنار میارن و ما اونها را دستبندی میکنیم. نتایج به دست اومده کمیته چی بود؟ در سال 1988 بعد از پایان جنگ عراق با ایران، عراق به دلیل حمایت ایران از کردها تصمیم گرفت انتقام بگیره، اون هم از خانواده های بیپناه کرد و تعداد زیادی قربانی شدند. تو این مدت ما فقط تونستیم چند نفر که عمدتاً مسلم بودند و جان سالم به در برده بودند بیابیم که اطلاعات خوبی هم داشتند. اما مهمتر از اونها این که ما تونستیم یک مرد جوانی را پیدا کنیم که توانسته بود در حین انتقال به اردوگاه مرگ فرار بکنیم. میتونم اونا را ببینم؟ البته، ولی باید کمی صبر کرد. اونها تنها شاهدای زنده هستند که ما داریم و خیلی ازشون محافظت میکنیم. آقای امین سعید. آقای امین سعید، چرا گفتید اردوگاه های مرگ؟ خب من آدم بدبینی نیستم. من سالها تو سخت‌ترین شرایط جنگیدم و یک حسی نسبت به کسانی که در جنگ گم شده اند دارم. حس میکنم که همه اونا کشته شدن. خب اگه حس شما اینه، پس این تشکیلات برای چیه؟ خانم هانا، شناسنامه های ستا از برادرها و خواهرای من تو این شناسنامه هست. وقتی من با خودم هستم، به خودم امید میدم که اونا زنده اند و یک جایی تو اردوگاهی هنوز اسیر هستند. اما وقتی من مسئول کمیته میشم، مطمئنم اونها همه کشته شده اند، چون میدونم چی اونها را برده، کسی که فقط برای کشتن میبره. متاسفم آقای امین سعید، اما ما اجازه نداریم مردم رو ناامید کنیم. ما باید تلاش کنیم حتی اگر یک نفرشون زنده باشه، اونو به خانواده‌اش برگردونیم. بفرمایید خانم هانا. متشکرم. دختر، تو الان کجایی؟ Thank you.
سلام. 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 سلام برن. من دو نبین. خوش آمدید. خانم هانا، اینها به شما کمک خواهند کرد. کاکیوا، خانم هانا از بخش حقوق بشر سازمان ملل اومدن برای تحقیق درباره گمشدگان انفال. شما از این به بعد همراه ایشان باشید. بله، چشم. متشکرم. خداحافظ. به امید دیدار دوباره. خیلی خوش آمدید خانم هانا. از ملاقات شما خوشبختم. خواهش میکنم شناسنامه رو به ترتیبی که میگم دستبندی کنید. زن، مرد، کودک و محل تولدشون. لطفا مشغول شید. همانطور که خانم میفرمایند شناسنامه ها را دستبندی کنید. دقت کنید که اشتباه نکنید دوستان. لطفا شروع کنید. دست بپکن کورینا. There were 24 women and we all had children. ما 24 تا زن بودیم که همومن بچه هم داشتیم. من یک پسر کوچک داشتم که سربازا او را از من گرفتن. بعد اونها کمیون ارتشی آوردن و همه ما رو به شهر تکرید بردن و در آنجا زندانی من کردن بدون آب و خوراک. پسر موسی تا پسر اموهایم را دستگیر کردن و من دیگه نتوانستم اونها را ببینم. هیچ کس نمیداند الان اونها کجا هستن. اونها جوانها را از پیرها جدا کردن. من هم یکی از اونها بودم. سه روز اجازه ندادن که کسی از اتوبوس خارج بشه تا زمانی که ما را به گراسلمان بوده. روز بعد دو کامیون ارتشی اومدند و ما را به محل دیگری بردن. یک زن حامله ای بود که بچهش را در اردوگاه زاید، اما به او اجازه ندادن بچه را با خود ببرد. بچه نجات پیدا نکرد و دو ماه بعد مرد. خانم هانا، عجله کنین، یک گور دست جمعی پیدا شده. کاکیوان، خانم هانا هر چه زودتر باید حرکت کنه. کاراشو هماهنگ کنید. من باید به سالن‌های دیگه‌ام سر بزنم. بسیار چه. خانم هانا، آقای هیوا در خدمت شماست. خداحافظ. 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 میس هانا، ما از مردم خواستیم روی شناسنامه‌ها علامت بزنن. قرمز برای اونایی که مردن، زرد برای اونایی که ازشون هنوز خبری نیامده و آبی برای زنده ها. میبینی روی اکثر اونها علامت قرمز زدن. ما نباید امیدمون از دست بدیم، حتی اگر همه شناسنامه ها علامت قرمز بخورن. از خودم میپرسم چطور یک آدم انتخاب میشه که کجا به دنیا بیاد. مثلا شما چطور قرعه اروپا به نامتون افتاده؟ زمانی که اروپا تو جنگ و ویرانی بود، شاید خیلی از اونا این سوال رو از شماها که در جایی بدور از حیاها بودید میکردن. یعنی فکر میکنید این گذار از جنگ و ویرانی سرنوشت همه انسان هاست؟ نمیدونم. آقای هیوا، قرعه منم با قرعه شما خونده شده. اینا پدر و مادر من بودن. باورم نمیشه. شما کرد هستید؟ واقعیت داره. جوان مر. مریم.
فکر میکنی چه بلایی سرشون اومده؟ همون بلایی که سر خیلی اومده. آه، خیلی برایتن متاسفم. Finally, we managed to sort that huge pile of identification cards. بالاخره اون حجم زیاد شناسنامه ها رو بر حسب منطقه صدورشون تفکیک کردم و شناسنامه ها رو به همراه چند گروه به اون مناطق فرستادم. خودم هم با یک گروه راهی منطقه مرزی با دولت مرکزی شدم، جایی که امین سعید گفته بود پدر و مادرم اهل اونجا بودن. خیلی تلاش کردم پی اونا نباشم، اما فرار از اون امکان نداشت. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. خسته نباشید. خوب هستید. وضعیت جعفر کمال. برنگشته. کریم قادر محمد. برنگشته. برنگشته. کمال نجیب حسین. برنگشته. خالد علی رسول. رؤوف رحمان حسین. آقای هیوا، امکان داره اینا بعضی از شناسنامه رو بشناسن. بهتره پیاده شیم. خیلی خوب، الان پیاده میشیم. کک جان در نگه دار. سلام. عمو جان، سلام علیکم. علیک السلام. خسته نباشی. درمانده نباشی. حال شما خوبه؟ چه خبره؟ واللهی یه تعداد شناسنامه پیدا شده. این خانوم مأمور پیدا کردن صاحبان شناسنامه هاست. خیر باشد، شاید یک شناسنامه جیری من بیاد. شناسنامه تو گم کردی؟ نه، گم نکردم. گفتم با اون یک جن بجیرم، با این جن کنید کم اضافه بکنم. امانه جنی تو ماما؟ آره والله، همه جنی من هستن. اینا همه زنهای ایشون هستن. همه اینا؟ بله. عمو جان همه شناسنامه دارن؟ آره والا همو دارن. اهل کجایی ها؟ اهل پنجوانم. احمد حسن؟ سری کاک خلیل بود، تو انفال بردنش. شریف محمد؟ معلمی مدرسه بود، رفت شد پیشمرگه. الان کجاست؟ بیچاره اعدامش کرده. فاطمه برهم؟ که جنده توانم ببینم. آی فاطمه. فاطمه سیمین جنم بود که از همه بیشتر دوستش داشتم. میگه این شناسنامه یکی از زناشه. بپرس الان کجاست؟ اصلا چویه؟ تو انفال بردنش، من نبودم، رفته بودم خواستگاری اون زنم. ظاهرن بسیا اون موقع میان و تو انفال زنشو با خودشون میبرن و این هم عکس همونه. وقتی برگشتم لمال نبود، برده بونش. بده ببینم چقدر قشنگه. راست قشنگه. چقدر زشته. خجالت نمیکشه پیرم مرد. سنش از من بیشتر بود. بیچاره زیاد هم زشت نبوده. خوب شد که مرد.
دردی اون تو سر همه تون بخوره، هیچ کدومتون به اندازه اون نتونستی منو سر حال بیاوری. بیا با این شناس نامت. خوش به حالش مرد و دست این پیر مرد خلاص شد. حسودات از سری مرده هم بر نمی داره. کاکا جان این خانم شو کرده است؟ برای چی؟ خیلی خوشگله، بهش بگو هر وقت خواست شو بکنه من اون را روی سرم میگذارم. شما ازدواج کردید؟ چطور مگه؟ پیرمرد خواستگار شماست. ببین اینا رو میشناسه؟ عمو جان عکس رو نگاه کن، قبلا اونا رو دیدی؟ کاکا جان این جنه خیلی خوشگله. ندیدم. بیفایده است، این فقط دنبال خوشگله میگرده. هر وقت تصمیم گرفت عروسی کنه ما چهار تا آبادی اونورتریم. خیلی از شما خوشش آمده. مگه اون میتونه این همه زن داشته باشه؟ بله، خیلی از خانواده ها به خاطر پول دختراشونو به عقد اینا در میارن. آدرس داد بری زنش بشی. راستی یک روستا آن بالاست، میخوای بریم؟ البته بریم. سلام علیکم. سلام. خسته نباشید. حال شما خوبه؟ اگر زحمتی نیست اهالی رو جمع کنید. یه تعداد شناسنامه پیدا شده. باید اونا رو شناسایی کنید. لطفاً بیاین. زهرا عبدالله مجید. عزیز بنی رشید.
شکر سلام قادر. احمد احمد حسن. گلمز محمود حسن. محمد عزیز رشید. لیلا عثمان. بی زحمت ببین شناسنامه بختیار داری؟ بختیار چی؟ بختیار محمد کریم. بختیار محمد کریم. چیکار میکنی کاکا جان؟ دست نزن. میخوام نگاه کنم کاکا. اینه هاش تا یکیم اینشنه از نمه بختیاره. هی بختیاره بختیار. بختیار و لیلا عزیز دردانه روستا بودن. روز عروسیشون سربازه رژیم بعث ریختن و اونا رو تو انفال بردن. این دوتا شناسنامه مال اون دوتا جوان بوده که بعثیان نگذاشتن به هم برسن. عشق این دو نفر زبان زده همه این سرزمین بود. لیلا دختر زیبایی بود. پسری هم مثل بختیار پیدا نمی کردی. اگه اجازه بدین کار نیمه تمامشون رو تمام کنید. می خواهید چکار کنید؟ اونا رو به عقد هم در بیاریم. اون نامرده که نزاشتن. تو تا حالا همچین کاری را دیدی؟ منظور چیه؟ می خواهن چکار کنن؟ یه کار سمبولیکه برشناسنامه هایشان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خاتم الانبیاء و المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. این مکه لیر دانشون ببونه مارک دنی ام دونه. ما اینجا جمع شدیم به مناسبت خواندن صیغه عقد این دو جوان به نام های لیلا و کاک بختیار. اینها شهید شدند و ما دعا می کنیم خداوند آنها را در بهشت به هم برساند. ما این دو را اینجا به عقد هم در می آوریم، بلکه خداوند رحمتش را شامل روح آنها گرداند و برایشان فاتحه می خوانیم. اللهم بلغ واسم سامي ما قرنا الى روح النبي صلى الله عليه وسلم ولنا ولهما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم امين. الحمد لله رب العالمين. خالد على بيان بخش ان شاء الله اخلاق فيها. الله خدا حوال. امکان داره یک مین باشه. نگه دار کاک جان، نگه دار. Thank you.
صدای نحس تو ببر، ساکت باش. چشم چی من خان، شما دستور بده. چی من خان، شما چرا اینقدر بیوفایی؟ خسته شدم از دست کتوله بدترکی. چی من خان، به خدا اگر بگی خودت بکش، همین الان خودم میکشم. آخه من به این خوشگلی باید گیر توی عقب مانده بیفتم. چی من خان، ای خدا خفت کنه کتوله بدترکی. نتونستی یه چمدان را برداری. چیمن خان ببخش، ناراحت نشو. کتوله عقب مانده، دوست ندارم. هی نگو دوست دارم، من از تو خوشم نمیاد. از کاکا قابلی نیه براده. پیداش کردی؟ الان پیداش میکنم. سلام ماما جان. سلام علیکم. جون بخیر. باشیش کرد. سلام. سلامتی. لیره چه کی ماما؟ درش بیان بسره کن. بپرس اینجا تنهاست؟ لیره به تنیا اجی؟ ایشتن چیا؟ هند ناسنامه ای ام نوچه دوز راو تو بشیم خوانکان یه گره. بازی زای بخیر تن با تو. او جماعت لجوره اون. چند نفر داخل هستن؟ میتونیم ببینیم؟ بتوانیم چیم بیان بینیم ماما جان؟ بله فرمون. مانه همو خلطی حالا بزن لبردو مانه کیمیایی که همو یعن کیمیایی کراون همو انتظاریم برگه کن تا افتن نمردون امن بخیر یعنه کم اینها از احالی حلب چن تو بمباران شیمیایی شدن و منتظر مردنن اما خوب تا حالا نمردن همه اینها در انتظار مرگ هستن این آقا ازشون مواظبت میکنه Thank you.
مام جان اون اوانت بخین مو بزنه کم یانه نصیبشه بله فهم رزان بسیر نه نصیب بختیار جلال خیر نه نفس محمد زاکر نه نفس فاطمه بختیار نه نفس شادی رحمان نه نفس بو امانه پول نیوا بو چی هتا بله او وقتی اگر بحثی کن رایان کرد لدائره یک از چندانی کن دوزی بودو عدیب رو بینا میگه ان موقعی که ارتش بحث فرار کردن تعدادی شناسنامه را از یکی از ادارات آنها برداشته اما تذکره یا اما نظرم چیه آن موقعی که بسیا از اینجا فرار میکنند اینا رو از یکی از ادارات آنها بر میداره بپرس این نوار از کجا آورده امانت لچوه نوا دایره استخبارات از اداره امنیت اینا رو برداشته فکر میکنه اونو به ما بده امانده ته نه غنیمتی شره میگه غنیمت جنگیه به شما نمیدم من باید اونو ببینم دلده ببینین اونی بینیتی میگه دارید میبینید اگه بهش پول بدیم چی چرا که نشه پول خوبی گیره دامت ها خانم خوشیاتو بیده اما معامله چک نشده نه یه جده چشما میدونی اگه لباس زمان نینداخته بود توی آب الان رسیده بودیم روستا گمان نکنم راست میگی تو نگفتی اسم چیه چی من اسم شما چیه عارف اون کیه همراهته شوهرته نه والا خدا خفش کنه فقط با هم کار میکنیم چیکار توی عروسی ها من زنها رو آرایش میکنم و دلشات هم آواز میخونه تو زن داری؟ نه هنوز داماد نشدم ای حقباز مردی به خوشتیپیه شما زن نداره کاکه چکار داری؟ احمدی دوزدی؟ نه ماما جان مفتشی؟ دنبال گمشدگان انفال میگردی مگر؟ اهالی روستا کجا هستن؟ همه را بردن، برادرزاده هم و پسر هم و خواهرزاده هم و فقط من و این پیرجون ماندیم پیرجون اونجا چکار داره؟ هر روز انتظار بچه هاشو میکشه چیزی نمانده دیوانه بشه
سرورم منتظرته، برو تو. وقت بخیر. وقت بخیر سرورم، اینم شناسنامه ها. اشتباه کردیم، اشتباه. آسیه ها کجا هستند؟ ما بر سر هموطنان خودمان چه آوردیم؟ می سوزانیمشان تا ردی از ما به جا نماند. کلا بر سر من رفت، کلا. عارف، می تونی سنم را کم کنی؟ چطوری؟ بگر تو این شناسنامه ها شناسنامه یه دختر کم سن و سال را برام پیدا کن. چند سالش دوست داری؟ 18 ساله؟ 19 ساله؟ کدومشو؟ بگو اسم چی دوست داری؟ شیرین. چی من خودت خیلی زیباتره. فهیمه محمد جیران. حسن کمال رحمان. سعید حسین سیروان. بچه اون تلویزیون رو کم کن. احمد حسن جمال. هرچی جلوتر میرم ناامیدتر میشم. رژیم بسته یه گزارشی به سازمان ملل اونا رو انکار کرده. پس این همه انسان کجا هستن؟ نمیدونم، شاید باید این حقیقت تلخو بپذیریم که همشون، همه این مردا و زنا و بچه ها دیگه وجود ندارن. شهرزاد محمود علی. خالد رحمان علی. با یه مکافاتی ازشون گرفتم، میخواستن یه فیلم دیگه هم ببینن. اگر کاری داشتید من بیرون هستم. متشکرم. خیلی ها رو تربیت کردیم برای شنا، حتی نتونستن یک بار طول رودخونه رو شنا کنن، اما ما شنا کردیم. به دیگران هم یاد دادیم. آمریکایی‌ها شایع کرده بودند اونی که تو رودخونه شنا کرده بدل صدام بود. بدل میتونه فقط یک بار شنا کنه، نه سه بار. Ne
خوبه. After seeing that tape, I feel in complete solitude again. بعد از دیدن اون نوار بازم تنها شدم. تنها همچون باد که از این سو به اون سو میره و فقط میره و نگاه میکنه. تصور اون بچه‌هایی که تو اون تانکر آروم آروم خفه شدن. تصور اون لحظه که جلوی هم دیگه جون دادن وحشتناکه. خیلی وحشتناکه. خودم رو رها کردم، خودم رو فراموش کردم، فقط میتونم پیش میرم. سرنوشت منو میبره به جایی که زاده شدم. خدایا آیا کسی منو خواهد شناخت؟ ما رو دیدن. کیا؟ ارتش عراق. نزدیک مرزشونیم. حالتان خوبه؟ بعد اومد
خانو قبل نبد؟ نبزم بگوشم. شما کجا هستیم؟ ما از آب گذشتیم. چند تا کلاغ برای بشین، تکان نخور، همین جا باش. یک تکتیر انداز جایی کمین کرده تا شب باید صبر کنیم. باش. ایف. ما از خود تانیم. اینجا چکار میکنیم؟ اومدیم مردم رو ببینیم. این خانوم از سازمان ملل اومده برای تحقیق. ما رو ببر یه جایی و مردم رو جمع کن. ببخشید کاکا، یک تکتیر انداز افتاده به جان مردم و همه اونا رو داره میکشه. من میبرمتون یه جایی و مردم رو براتون جمع میکنم. اونا پنهان شدن. بیاین دنبالم. خوبه، بریم. کاکا شما اینجا باشین، من میرم مردم رو میارم. باش. اینجا بشینید. اوغاب و قاب نباز. آوردم شما. فرمون. سلام. سلام علیکم. سلام. سلام. سلام علیکم. بخیرین. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. فکر میکنم الان وقت خوبی نباشه، هرچند که ما در این سرزمین هیچ وقت زمان خوبی نداشتیم. تعدادی از شناسنامه های گم شدگان انفر را آورده ایم. این خانم مأمور تا ببینه کدوم یک از اونا زنده هستند.
اسامی را برایتان میخوانم. ببینید کدام یکیشان از انفال نجات پیدا کرده اند. عبدالقادر مجید صالح، شوخان سعید عثمان، اسماعیل عبدالرحمن محمود، رازیه راشد محمد، عزیز قادر شریف، جامیر و مریم، بیا نگاه کن. با ببینم دختر جان. پدر و مادرم. جامیر جان، مریم جان، خدا نحلت کنی اونی که باعث شد شما از بین برین. اوجین جان تو کجا بودی؟ اما عزیزم تو حالا کجا بودی؟ خدا نحلت کنی اون کسی که تو را از ما گرفت. مریم جان، جامیر جان، بمیرم برای جوانیتان. هاوژین جان، قربانت برم دختر عزیزم. هاوژین، فدات بشم. کجایی؟ قربانت برم هاوژین جان. هاوژین قربانت برم. پدرم مادرت کجا هستن؟ مریم جان، این دخترت که برگشته تو کجایی ببینی؟ نکم عزیز نکم تبنو بابی دعک من بنو رول شیرینم لا يد بودك امرالك كيد عايشي باوك ميلاي دي لاي لاي عزيزك مدورة اي لاي 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 لا لاي يد بودك امرالي شرين مدبنو رولي جانك مزيزك مدبنو بابي دعك من بنو رولي شرين لا يد بودك امرالك كيد عايشي باوك ميلاي دي لاي لاي عزيزك مدورة اي لاي لاي لاي. معلم و خاک کردیم، باید هرچه زودتر از اینجا برویم. هاوژین جان، معلم روستا فقط این دختر رو داشت، حالا یتیم شده، با خودت ببرش نجاتش بده. دایا. دایا یعنی دایا. هاوژین، کمپانیون، the one who shares life with you. هاوژین، هم نفس، کسی که باید برای زندگی باشه. این اسم واقعی منه، اسمی که پدر و مادر واقعیم برام گذاشتن. این اسم برام تولدی دوباره است. اما حالا چی میشه؟ آقای هیوا، you
Thank you.